همسر یگف سرک کودکش را در صحن شفاخانه سردار محمد داوود به دنیا آورد. پس از پخش نوار بی‌پروایی های دکتران در این زمینه سخت به باد انتقاد گرفته شدند. اکنون مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود آمدند چیز دیگری می گویند. نباید سر از این موضوع بسیار تاکید بکنیم که یک ولادت چرا مثلا در ساحی بیرون شفاخانه رخ داد. میتونه که یک ولادت در یک تاکسی باشه، میتونه در یک تیاره باشه، میتونه در یک کشتی باشه، میتونه در روی لب سرک باشه. ولی مسئله مهم ای است که ما بتانیم با مو احساسی که داریم باید هموطن خود کمک کنیم. هر سوک باید دست شو کولی چی پا هر دقیقه و ثانیه باید وقت و زمان سره په نظر کنی چی که چرت دا منگ پا وقت و زمان دار اغلی نوی امکان درود چی زما تفل او زما دا سیاسه را لمن زتلی وی. در این نوار دیدم شفت که نفسر ارتش همراه با بانوی باردارش به این شفاخانه مراجعه می کنند و برای مدت زیاد در بیرون ساختمان می مانند. خانواده این افسر سرانجام ناگزیر می شود تا خودشان برای زایمان این بانوی باردار دست به کار شوند. تنها یکی دو کارمند شفاخانه همکاری می کنند. اینا برادر خودش موتر رنجر داشته در موتر رنجر خدا آورده امبولانس چه کار است برزی؟ وقتی که یک مریض از خانه تا به شفاخانه رسیده میتونه، از اوج هم تا او شفاخانه دیگه رسیده میتونه، امبولانس چه کاره؟ او کنون به جای به کیفر رسانیدن کسانی که بدرفتاری و بی‌پروایی در این رویداد کردند، وزارت دفاع ملی برای مجازات کسانی دست به کار شده است که این نوار را بیرون کشیدند. هر کسی که مسئولیت داشته باشه او را با سرانوالی معرفی میکنه و جزا میتن. مگر شما ای را قبول کنین که جامعه از هیچ ممکن نیست که یک واقعه به وجود نبیه، یک مسئله در شبخانه باید این کار نمیشد. در شبخانه به هیچ صورت باید این ویدو با بیرون از طرف مسئولین یک کسی که همونجا کار میکنه داده نمیشد. بسیار شرم آور است که به عوض از اینکه افراد اشخاصی که اونا باید مجازات شوند، به عوض از اونا افراد دیگه مجازات میشه. در این میان بی‌پروایی های مسئولان و دکتران شفاخانه سردار محمد داوود در برابر بانوی بارداری یک افسر ارتش واکنش های تندی را به همراه شده است. اما هنگی صورت نگرفته، جفاست، به این مریض توجه نشده، خیانت به انسانیت است، خیانت به مردم افغانستان است با امکاناتی که 420 داره. این نمونه که از دسترسی نداشتن بانوان باردار به خدمات بهداشتی حتی در پایتخت است. ممکن است از همین رو میزان مرگ میر مادران باردار در کشور بلند است.